ورزقانی ها میگویند هنوز زلزله زده ایم. آذربایجان شرقی 9 ماه بعد از زلزله. احمدی نژاد در سفری در هفته اول اردیبهشت به آذربایجان شرقی پایان بازسازی این مناطق را اعلام کرد. اما واقعیت چیست؟ ستاد بازسازی رژیم خانه ها را با پول خود مردم محروم می سازد. آنان که توان مالی ندارند همچنان در کانکس هستند. کسانی که توان جسمی برای کار ندارند بی خانه ماندند. با وجود امضای 21 میلیون تومان سفته توسط سرپرستان خانوار، خانه ها تنها در مرحله سفتکاری به آنان تحویل می شود و باقی کارها با هزینه نزدیک به 4 میلیون تومان را باید روستاییان خود انجام دهند. ساخت واحدهای مسکونی تا مرحله سفتکاری حدود 12 میلیون تومان هزینه دارد. اما خانواده هایی که از تمکن مالی و توان جسمی مناسبی برخوردار نیستند، قادر به تکمیل واحدهای مسکونی خود نیستند. در روستای دغدغان جوانی میگوید پیمانکار اواخر پاییز کار را نیمه کاره رها کرد و رفت. کار ما شده مراجعه به ستاد بازسازی. ما بقیه کارها مانند لوله کشی، کاشیکاری، برقکاری و گچکاری به عهده صاحبخانه است. پیرمردی که تنها پیریزی خانه اش صورت گرفته میگوید هیچ کس به دادم نمیرسد. بچه هایم شهر هستند. خودم هم توان کار کردن ندارم. هنوز اسکلت خانه ام را نزدن. همه چیز نیمه کاره رها شده و مردم هنوز با مشکل سرویس بهداشتی و حمام روبرویند. پیرمرد ناتوانی میگوید پیکنی به عهده صاحب خانه است. هرچه میگویم پول ندارم لودر بگیرم، میگویند اگر پول نداری با دست بکن. در روستای نیچران ایادی رژیم حتی حاضر نیستند ماسه و سیمان و آجر به مردم برسانند. مردی میگوید تا امروز 2,700,000 تومان خودم برای آجر چینی هزینه کردم. یک جوان میگوید پدرم از دار دنیا 4 گوسفند و 1 گاو دارد که اگر همه را هم بفروشد نمیتواند هزینه ایزوگام و دیگر کارهای باقی مانده خانه را بدهد. در روستای هفتران خلیل یکی از ساکنین روستا خانه جدیدش را نشان میدهد و میگوید فکر نکنید خانه را به این شکل تحویل من دادند. فقط اسکلت فلزی را زدند و دیوارها را چیدند. بقیه کارها را خودمان با هزینه خودمان انجام دادیم. روستای هیق هنگام زلزله 100% تخریب شده بود. 42 خانواده در کانکس روزشان را شب می کنند. پیمانکاران تنها اسکلت فلزی و دیوارها را زدند. خانه‌ای که حتی پی آن ریخته نشده و تنها گود برداری شده متعلق به مرد 40 سالی است که هر دو پایش از بالای زانو قطع شده و قادر به کار نیست. او 4 فرزند دارد. عباس یکی از ساکنین روستای سرند میگوید از ما برای 21 میلیون تومان وام سفته امضا گرفتند، ولی تمام آنچه ستاد بازسازی برای ما انجام داده و هزینه کرده است 13 میلیون تومان هم نمی شود. شما بپرسید 8 میلیون باقی مانده کجا هزینه شده است؟